سنای ایالات متحده، کمیته خارجی، استماع درباره برنامه اتمی رژیم ایران، 4 فوریه 2014، 15 بهمن 92. سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته خارجی سنا: این رژیم باید اکثر 20,000 سانتریفیوژهای کنونی را از بین ببرد. باید فردو را ببندد و آب سنگین عراق را متوقف کند و در مورد فعالیت‌های تسلیحاتی در پارچین پاسخ دهد. معاون وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران در توافقنامه ژنو متعهد شده که به قطعنامه‌های شورای امنیت بپردازد. اگر رژیم ایران به تعهداتش پاسخ ندهد، همه گزینه‌ها روی میز خواهند بود. در یک جلسه استماع در کمیته خارجی سنای ایالات متحده آمریکا که به ریاست سناتور رابرت منندز برگزار شد، وندی شرمن معاون وزیر خارجه و دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا به سوالات نمایندگان پیرامون توافق با رژیم آخوندی و مذاکرات آتی با رژیم بر سر توافق در مورد طرح جامع برچیدن برنامه اتمی رژیم ایران پاسخ دادند. سناتور رابرت منندز در شروع این استماع ضمن ابراز نگرانی از فریبکاری دیکتاتوری آخوندی گفت: هر توافقی باید شامل این باشد که از رژیم ایران بخواهیم که بزرگترین بخش زیرساخت‌های هسته‌ای خود را از بین ببرد. باید اکثریت قریب به اتفاق 20,000 سانتریفیوژهای کنونی را از بین ببرد. باید فردو را ببندد و آب سنگین عراق را متوقف کند و باید به فعالیت‌های تسلیحاتی در پارچین و احتمالاً در سایر مکان‌ها پاسخ بدهد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در این استماع گفت: این مذاکرات بر مبنای اعتماد نیست، بلکه بر مبنای اعمال قابل بررسی و محدودیت هاست، به طوری که ما و جامعه بین الملل را قانع کند که رژیم ایران بمب اتم نمی سازد. هسته اصلی و اساس تحریم ها پابرجا هستند و کاهش تحریم ها که اقدام مشترک در نظر گرفته صراحتاً و به لحاظ بین المللی طوری در نظر گرفته شده تا فشار را همواره بالای سر رژیم نگه دارد. وندی شرمن گفت: رژیم ایران گروه های تروریستی را تأمین مالی می کند، تسلیح می کند و آموزش می دهد و پاسدار به سوریه می فرستد تا همراه با رژیم اسد در سوریه بجنگند. این رژیم خشونت و افراطی‌گری را دامن می زند و همچنان به تسلیح و آموزش شبه نظامیان در لبنان، غزه، عراق، افغانستان، یمن و بحرین ادامه می دهد. رژیم ایران و حزب الله به فعالیت‌های تروریستی در اطراف و اکناف دنیا ادامه می دهند. معاون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد: گرچه ما مذاکرات با رژیم را برای رسیدن به یک راه حل فراگیر در مورد برنامه هسته‌ای‌اش دنبال می کنیم، اما تلاش‌های من را برای اینکه رژیم ایران در مورد نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و دخالت‌هایش در منطقه پاسخگو باشد، رها نخواهیم کرد. علاوه بر این، در توافقنامه اقدام مشترک در ژنو، رژیم ایران متعهد شده که به قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد برنامه اتمی این رژیم بپردازد. معاون وزیر خارجه آمریکا در استماع تأکید کرد: اگر رژیم ایران به انتظارات ما در اجرای تعهدات خود پاسخ ندهد، همه گزینه‌ها روی میز است تا این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا نکند. دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در این استماع گفت: عطف به بحران اقتصادی عمیق در ایران، تخفیف 7 میلیارد دلاری در تحریم‌ها نخواهد توانست وضعیت اقتصادی رژیم ایران را پیشرفت بدهد. در طول 6 ماه دوران طرح مشترک، وضعیت اقتصادی رژیم ایران توسط تحریم‌ها زیر ضرب خواهد بود، چرا که قلب ساختار تحریم‌ها قویاً پابرجا خواهد بود. برای اینکه رژیم ایران از اجرای دقیق تحریم‌ها تبعیت کند، کوتاه نخواهیم آمد و ما هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد تا رژیم ایران وادار شود مسئله اتمی و برنامه‌های موشکی‌اش را تعیین تکلیف کند. ما به هدف قرار دادن حمایت رژیم ایران از فعالیت‌های تروریستی ادامه خواهیم داد
و همچنین به موضوع نقض حقوق بشر خواهیم پرداخت. بنی شرمن در مورد فعالیت‌های مخفی نظامی رژیم در پارچین و ضرورت برچیدن موشک‌های بالستیک رژیم گفت: طرح عمل مشترک شامل حال این می‌شود که موشک‌های بالستیک آنها که می‌توانند از آن به عنوان حامل سلاح هسته‌ای استفاده کنند، باید بخشی از راه حل همه جانبه باشد، چرا که این موضوع بخشی از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد نیز هست. So, committee stands in recess subject to the call of the chair.